سلام دوستان عزیز، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال تهران تیوی خوش آمدید. تو چند روز گذشته خبرهای پشمیزون زیادی در مورد حسام نواب صفوی شنیدیم که هممون سر جاهامون میخکوب شدیم. گفته شده حسام نواب صفوی از دختری که به بیماری سرطان مبتلا شده کلاهبرداری و اخاذی کرده. این بازیگر 46 ساله به بهانه ازدواج با یه دختر خانومی آشنا میشه و کلی پول، خونه و ثروت اون دختره رو این آقا حسام نواب صفوی بالا میکشه. سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال تهران تیوی خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندید. لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. با تشکر از همه شما. این دختر خانم بیچاره به خاطر شیمی درمانی وضعیت مناسبی نداره و حتی نمیتونه درست صحبت کنه. یه مصاحبه ای رو شاهین صمدپور با این دختر انجام داده بود، اما نگفته بود که کدوم شخص معروف و مشهور از این دختره طفلی کلاهبرداری کرده. اما بعد از مدتی افشا شد. ماجرا از اینجا شروع شد که در تاریخ 7 تیر ماه 1386 این دختر خانم در سینما با حسام نواب صفوی آشنا میشه و این دوتا با هم شماره رد و بدل میکنن و یه چند وقتی هم با هم دوست بودن. حسام نواب صفوی هم وکیل و وکالت میکنه و پدر ایشون هم توی دادگستری اونجور که گفته شده قاضی بوده. حسام نواب صفوی با این دختره آشنا میشه و بهش میگه اگر میخوای من باهات ازدواج کنم یا باهات بمونم باید خونت رو بزنی به اسم من. حسام بهش میگه که اگه خونت رو بزنی به اسم من یه سره میریم کارهای عقد و اینا رو انجام میدیم. خلاصه که حسام نواب صفوی پولی رو از این شخص میگیره و خانواده دخترم از حسام نواب صفوی شکایت میکنند. حتی پروانه وکالت حسام نواب صفوی به دلیل این سوء استفاده ها لغو میشه و دیگه حسام نواب صفوی وکیل نیست. و بعد از اون هم حسام نواب صفوی با خانواده اون دختره درگیر میشه. با برادرش درگیر میشه و کتک کاری صورت میگیره. در ادامه حسام نواب صفوی در این مورد یه مصاحبه‌ای رو انجام میده و توی اون مصاحبه میگه که بعضی ها هستن که میخوان با من باشن و از من سوء استفاده کنن، اما من تن به این کارها نمیدم و زیر گردن نمیرم. از این مورد ها، از این پرونده ها برا من زیاد پیش اومده. در ادامه حسام نواب صفوی توضیح داد و در این مورد گفت پدرم به من وصیت کرده از هر فرصتی برای دادگاه رفتن استفاده کن. من هم به حرفش گوش میدم و میرم. خلاصه حسام نواب صفوی دختره رو تهدید کرده و گفته من طناب دار میندازم گردن خودت و خانوادت. من خیلی نفوذ دارم. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. آقای حسام نواب صفوی آدمی بوده که تلویزیون LCD خونش رو هم از این دختر بیچاره گرفته. می رفته مسافرت و زنگ می زده به این دختر خانم بیچاره که پول بزن برام. این دختر خانم هم براش می زده. در واقع حسام این دختر بیچاره رو تیغ می زده. بعد از مدتی حکم جلب سیاره حسام نواب صفوی صادر می شه. به مدت 3.5 سال زندان محکوم می شه و حسام نواب صفوی هم یک ویدیو منتشر می کنه و می گه من کرونا گرفتم و حالم بده و در بیمارستان هستم. خلاصه که این مردی که طول درمان میگیره و کلی لف میده. چون تاریخ اون حکم 1 ماه است و بعد از 1 ماه هیچ ارزشی نداره مگر اینکه دوباره براش حکم صادر کنه. حسام نواب صفوی هم کلی تلاش میکرده که اون 1 ماه بگذره و اون حکم هم لغو بشه. و اما درخواست مادر این خانم اینه که حسام نواب صفوی بیاد خونشون رو بهشون پس بده و همه پولا رو هم برگردونه. چون مادر این دختر خانم گفته که خرجمون سنگین و من باید خونه رو بفروشم و خرج دخترم کنم. دوستان واقعا چیزی در این مورد نمیشه گفت جز تأسف خوردن و ناراحت شدن. انشالله که خداوند بزرگ هممون رو به راه راست هدایت کنه و این دختر خانم رو هم به زودی زود شفا بده. خیلی ممنون از همه شما که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید و بازم تکرار میکنم خیلی دوست دارم که نظرتون رو در مورد این ویدیو بدونم. برای هم دعا کنید. فعلاً.